اسلامی افغانستان در دو سال گذشته در امتداد خط دیورند در مرز میان افغانستان و پاکستان بیش از 100 پاسگاه مرزی ایجاد کرد. این پاسگاه‌ها به دستور مولوی یعقوب مجاهد وزیر دفاع در ولایت‌های ننگرهار، کنر و نورستان تأسیس شد. گفته می‌شود این پاسگاه‌ها در مکان‌های ایجاد شده است که در زمان دولت جمهوریت پاکستان با ایجاد آنها در منطقه مرزی موافقت نکرده بود. در دو سال گذشته بر سر ایجاد پاسگاه‌ها در امتداد مرز ده ها مورد درگیری میان حکومت طالبان و مرزبانان پاکستانی به وقوع پیوسته است. آخرین مورد درگیری که در 15 سپتامبر رخ داد و به کشته شدن دست کم دو سرباز امارت اسلامی و یک مرزبان پاکستانی منجر شد که به دلیل ایجاد همین پاسگاه‌ها بود. بر اساس گزارش ها درگیری زمانی آغاز شد که شماری از نیروهای دولت امارت اسلامی در منطقه مرزی در سمت افغانستان در حال ساخت یک پاسگاه جدید بودند که مرزبانان پاکستانی به آنها شلیک کردند. مرز افغانستان با پاکستان که با خط مرزی دیورند مشترک است 2600 کیلومتر طول دارد و از سالها پیش محل مناقشه افغانستان و پاکستان است. این منطقه از گذشته های دور محل عبور و مرور گروه های شورشی و تروریستی بود. واکنش های تند پاکستان به ایجاد پاسگاه های دیدبانی مرزی در داخل خاک افغانستان همچنان به دلیل احساس خطر از استفاده طالبان پاکستانی از این پاسگاه ها است. حکومت افغانستان برای حفاظت از مرزهای کشور این پاسگاه ها را ایجاد کرده است. افغانستان و پاکستان توسط خط دیورند از هم جدا شده است. مرز دیورند نام مرز بین افغانستان و پاکستان است. این مرز در سال 1893 در زمان محمد عمر گلابی و عبدالرحمن خان بین افغانستان و هند بریتانیایی به نمایندگی مورتیمور دیورند تعیین شد. هرچند این معاهده به صورت موقت برای یک قرن بود، اما بعد از جنگ سیوم افغانستان و انگلیس که منجر به استقلال افغانستان شد، در طی پیمان راول پندی در سال 1919 مرز دیورند به صورت دائمی پذیرفته شد و سیاست خارجی افغانستان توسط شاه امان الله خان به انگلیس واگذار شد. سالهای بعد پس از استقلال هند و دو تقسیم شدن هند و تأسیس کشور پاکستان، این مناطق به عنوان مناطق خودمختار قبایلی در خاک پاکستان شناخته شدند. پس از عبدالرحمن خان، حاکمان افغانستان اکثرا مخالف به رسمیت شناختن مرز دیورند بودند. از دیر باز مردم در دو طرف مرز آزادانه و بدون ویزا می توانستند به آن طرف مرز بروند. اما اکنون با امضای قراردادی که در زمان حامد کرزی و اشرف غنی با پاکستان امضا شد، پاکستان با حمایت سازمان ملل و آمریکا برای کنترل عبور و مرور در این مرز سیم خاردار و دروازه کشید و افراد فقط می توانستند با داشتن ویزا از مرز عبور کنند. این مرز سبب اختلاف بین افغانستان و پاکستان شده است. دولت اسلام آباد مرز دیورند را به عنوان مرز بین المللی بین دو کشور به رسمیت می شناسند. این مرز در واقع پشتونهای دو طرف مرز را از هم جدا کرده است. افغانستان حداقل 130 هزار کیلومتر مربع را در اثر این قرارداد از دست داده است. اما افغانستان هنوز مرز دیورند را به رسمیت نمی شناسند. سالهای زیادی است که بین افغانستان و پاکستان در مرز دیورند مشکلات پیش می آیند و همچنان مرز تورخم، منطقه سرحدی بین جلال آباد افغانستان و خیبر پختونخوا، شهر پشاور پاکستان می باشند. ساکنان این محل و دره خیبر مردم پشتون می باشند که توسط خط دیورند از هم جدا شدند. رابط امارت اسلامی و اسلام آباد پس از آنکه پاکستان اعلام کرد صدها هزار مهاجر بدون مدرک افغانستان را اخراج می کنند، با تیرگی گرایی. از آن زمان به بعد حدود 340 هزار افغان اخراج شد و یا به صورت داوطلبانه به کشور برگشت. پاکستان گفته است افغان‌ها تنها با پاسپورت و ویزا اجازه ورود به این کشور را خواهند داشت. این تصمیم روش چند دهه ای را که به مردم اجازه می داد تنها با تذکره از مرز عبور کنند پایان می دهند. ممنون از اینکه بیننده و شنونده ای در 24 بودید.